اما صوفیان چیکار میکنن؟ میگن که کسی که به خداوند نیازی داره چند رکعت نماز بخونه، در رکعت اول فاتحه بخونه و سوره اخلاص رو 10 بار بخونه و در رکعت دوم فاتحه بخونه و سوره اخلاص رو قل هو الله احد یعنی 20 بار بخونه و در رکعت سوم فاتحه بخونه و سوره اخلاص رو 30 بار بخونه و در رکعت چهارم فاتحه بخونه و سوره اخلاص رو 40 بار بخونه و بعد از این که این 4 رکعت رو خوند پیغمبر فرمود 2 رکعت بخونه. این آقایون پیغمبرتر هم پیغمبرتر ها نعوذ بالله 4 رکعتش کردن، بعد 10 رکعت و 20 رکعت از جیب خودشونه، نه هرچی دلشون بخواد. بعدم دعایی که میگن دعای نبوی رو شما شنیدید، مفید و مختصر، کلمات جامع و کامل. پیغمبر اسلام یکی از ویژگی هاش اینه که کلمات جامع و مانع داده شده. هیچ کسی کلماتش مثل کلمات پیغمبر نیست. اینا چه میگن؟ دعاشون اللهم بنورک و جلالک و بحق اسم هذا الاسم الاعظم و بحق نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر چونی نگفت اسألک ان تقضی حاجتی و تبلغنی سؤلی و عملی و این دعا رو بخونه بعد استجابت میشه. دعاش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الله 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 لا اله الا الله الاحد الصمد، الله 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 لا اله الا الله بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام، اللهم اني اسالك بحق اسمائك المطهرات المعروفات المكرمات الميمونات المقدسات التي هي نور على نور ونور فوق نور ونور في السماوات والارض، واسالك نورك العظيم. اي بابا انا انا شكرا بر مشكل تراشا یا مشکل حل کنند اینا. صوفیا رو میگن و به نور وجهک الکریم. این دعاها هیچ کدومش معنی شرعی نداره، یعنی معنی زشتی نداره. مشکلش در اینه که دعای نبوی نیست. یک، بعد شما از کجا میگی که این دعاها رو بخونید؟ چرا دین رو جدید شرع میکنید؟ این شرعهای جدید رو از کجا میارید؟ این دین جدید رو از کجا میارید؟ مشکل اینه. دیروز این مقدار بیشتر توضیح دادم. واسألك بنورك العظيم وبنور وجهك الكريم وبقدس سلطانك المبين وجبروتك المتين، الحمد لله الذي لا اله الا هو بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام، يا الله يا الله يا الله. شيئا همي قرار ميكون ما ديدام، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اغفر لي ذنوبي. اینا چیه؟ این کیفیت ها رو شما بده مشخص کنید. پیغمبر ندونسته این کیفیت ها را از کجا آوردید؟ صوفیان، درویشان، قلندران، عارفان. بعدش اغفر لی ذنوبی و انصرنی علی اعدائی وقت حوائجی فی دنیا و الاخره و والدی و جمیع المسلمین و صلی اللہ سیدنا محمد و علی و صحبی و سلم. این مقایسه کنید الفوائد فی الصلاة و العوائد از شهاب الدین حمد بن عبداللطیف شرجی صفحه 55. اینو با اون کلمات جامع و معنی که پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرموده بود. این بی ادبی در مقابل پیغمبره. دین گذاشتن، شرع گذاشتن، نماز گذاشتن کار هر فردی نیست.